درود و سلام، وقت شما هموطنان عزیز بخیر. به دنیای ورزش از آریانا نیوز با من جمشید احمدی خوش آمدین. تانیسا در خدمت شما هستم، مرا همراه باشین با مهمانان گرامی ورزشی. الحاج ماستر منخوش نسیمی، بنیانگذار فدراسیون های پانتون ها و مکاتب و همچنان معاون مهاجرین مقیم اروپا، روی خط اسکایپ از کشور سوئیس با ما هم کلام هستند. میخواهیم صحبت های داشته باشیم در رابطه با فعالیت های ورزشی آقای منخوش نسیمی، ای که در افغانستان فعالیت های ورزشیان گسترش یافته بود و پررنگ بود، آیا در اروپا هم این گونه هست یا خیر؟ آقای منخوش نسیمی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدین به دنیای ورزش از آریانا نیوز. سلام احمدی صاحب بزرگوار، احترامات تقدیم شما و روز خوش داشته باشین و به کارمندان تلویزیون شما، کسایی که در خارج هستن و در داخل هستن، احترامات تقدیم میکنم، سلام تقدیم میکنم، یک روز خوش خوب داشته باشین. سپاسگزار هستم نسیمی صاحب، دیر وقت است که صدا و سیمای شما را هم نداشتیم و در رابطه با برنامه های شما هم معلومات نداشتیم. از فعالیت ها بگوین که انجام دادین، چی موضوعات هایی هست از آدرس ورزش در اروپا بر افغان ها، چی کارها کردین فعلا؟ تشکر از سوال شما، سوال باجا و دقیق فرمودین. احمدی صاحب بزرگوار، ما قسمی که شما در جریان هستین، کمیته های ورزشی ما فعلا بر خودتان بهتر معلوم است که ورزشکارای ما مشکلات زیاده دارن در داخل کشور و ما خواستیم که این مشکلاتشان را مرفوع بسازیم در خارج از کشور و کمیته های ورزشی ما را در ایران و در سطح اروپا در تمام کشورهایی که هستن، هم از دخترها هم از بچه ها جلبشان ساختیم که تا بتانیم که نیمی را یک هماهنگی بسازیم. با تمام کمیته های ورزشی صحبت کردیم تا از این تیم های مهاجرین ما در بخش های مختلف، در رشته های مختلف انتخاب کنیم تا بتانیم از این در رویدادهای ملی و بینلی امین تیمای منتخب را برای از اونها روان کنیم تا یک دستاورد خوب را به نفع کشور عزیز ما به ارمغان بیارن. در یه آخر، افغانهای ما در رقابت های شرکت داشتن یا خیر؟ به جز از سیوی سایر کشورهای دیگه که شما افغانها را انتقال دادن، به خصوص ورزشکارهای ما را. تشکر، ما تقریبا دو سفر داشتیم که در دو سفر ما با ترکیه بود که تمام بازیکنان ما در جریان هستند. ما میخواستیم حتی ویزایشان هم گرفته بودیم که در این مسابقات اشتراک کنند، ولی متاسفانه نظر به این که بر ما هدایت داده شد و مکتوب داده شد که شما نمیتونین پرواز کنین به خاطر که زلزله شده که اونجا و بسیار مردم مسلمان ها اخراتشان کنند تسلیت باشه، از ما رفتن در این زلزله و ما همچنان نتوانستیم در مسابقات اشتراک کنیم، مسابقات هم به تعویق افتید. فعلا کمیته های فعالتان در افغانستان، بیرون از افغانستان کدام کمیته هست و کدام رشته ها را بیشتر رشد دادین؟ تشکر، ما قسمی که شما در جریان هستین، ما تیم های منتخبه رشته مزدنی را در بخش مکاتب و در بخش فدراسیون ورزشی پانتون افغانستان تنظیم کردیم و تیم والیبال ما را، تیم باسکتبال ما را و ناگفته نمانه تیم شطرنج ما را، تقریبا ما در تمامش که جلب جذب کردیم 4500 ورزشکار در آسیا و اروپا جلب جذب شده در رشته های مختلف که از لحاظ تکواندوی ماست که انقریب یک تیم تکواندوی ما یک سفرک هم دارن پیش روی است که خاص خدا باشه از بازیکنهای افغانستان و بازیکنهای اروپا یار ما تنظیم میکنیم تا بتانن یک دهی رویداد یک دستاورد خوب را و کشور ما برمغان بیارن. در این رویداد آیا ورزشکارهای افغان ما از افغانستان هم میتونن حضور داشته باشن، شرکت کنن؟ بله، دقیقا ما کمیته تکواندوی خود کمال صاحب هدایت داده ایم که او مسئول تکواندوی ماست که تمام تیم خود آماده بسازه. تقریبا 6 ورزشکار ما در بخش تکواندو و 3 یک آیت و 2 یک ترنر و 2 آیت ما ایره رهبری میکنن و این سفر همراهی میکنن تا بتانیم از این مسابقات 9 نفر هستن در جمله تا بتانن این در این مسابقه اشتراک کنن و یک مدال خوب به نفع کشور ما برمغان برن. آقای نسیمی، مسابقات کدام کشور میزبان است و از افغانستان که گفتین ورزشکارای ما شرکت میکنن، در کدام وزن، در کدام سن و سال هستن؟ با تشکر، ما بر شما یادآور شم که ما تقریبا 3 سفر ورزشی تکواندو داریم و 1 سفر بوکس داریم. بله، کدام شم که از کاتگوری 16 تا 18 سال است که 1 سفر ما تکواندو مکزیکو است، 1 سفر ما مراکو است، 1 سفر ما کانادا است و چند سفر دیگه ما که مربوط به نروژ میشه، او در بخش بوکس است.
و با فدراسیون مجدنی از او صحبت شده و این مسابقات که بر شما یادآور شدم دو مسابقه ما مسابقات بین المللی است و تقریبا 4 مسابقه دیگه مسابقات دوستانه است که به می سعی تلاش که نمودیم و از این طریقی که ما بر از نو صحبت کردیم و امرایشان جلسات داشتیم پای هم توانستیم که 4 کمپ ورزشی را و بغیر از اینکه مسابقات ملی و بین المللی است 5 کمپ تمرینی را با بلژیک با خود فرانسه با نروژ تفاهم نامایش در راه هستند که امضا شود و خیر به مسابقات در اینجا گن و دعوت شوند که تا بتوانند از این کمپ یک چیز دستاورد خوب و تجارب از اینیا برخوردار شوند. هم ترنر ما هم حیات بله هم بود. آقای منقوش نسیمی، شما خود آگاه هستین که در افغانستان امکانات محدود است. اقتصاد ورزشکارا بخصوص یکانه چالش و مشکلاتی که خیلی از ورزشکارای ما پاسپورت ندارن، اینا چگونه باید اعزام شوند؟ شما چگونه اقدام کردین؟ کیها حمایت میکنه؟ به حساب حمایت مالیشان چگونه خواهد بود؟ تشکر. قسمی که شما در جریان هستین، ما ورزشکارایی که ترکیه می آمدن نیاز بودجه شخصی خودشان بود و با همکاری می بودجه که از خود ما سرازی ورزشکارای ما تقریبا ما اگر زور ما برسه بودجه شخصی خودم و همین نهادی که ما داریم به نام نهاد ASSF است که فدراسیون اسکول یا مکاتب ای هم به نام از امو است و نهاد هم به نام از امو است. نهاد خیریه است که ما با بورد خود مشوره کردیم، بورد ما می برنامه را گرفتن که مسابقات از یاد هم در داخل کشور از نهاد خیریه پولش داده میشه و این بازیکنهای تکواندوی ما که به کانادا میان و یا به مکسیکو میان اینیا را همیشه همین نهاد خیریه ما با اوضا گرفتن تقریبا 8 نفر تکتای تیاریشه و پیسی بودجای بوده باشان به عقدهشان است که کم از کم یک 12,000 روپا پیسی تکت از یام میشه. تقریبا شو بازیکنهای ما 580 یورو جای بوده باشان است و 600 یورو هم پیسی حیاتای ما جای بوده باشان که اینیا را 8 نفر هستن همیشه به عقده خود نهاد خیریه ماست که نهاد خیریه ای را پرداخت میکنه و نگفته نمونه که از این طریق حزبی که مربوطش برابری خود ما است حزب جهاد جوانان افغانستان است که انشالله یا همچنان در این بخش با همکاری میکنه در بخش غذا و ترانسپورت دیم. خیلی عالی. یگانه شخص یا فردی هستین که شما زمانی که افغانستان را ترک کردین هنوزم به فکر ورزش و ورزشکارا و قهرمانای ما هستین و زمین اساس همیشه بودین تا اینکه ورزشکارا درخشش داشته باشه. برنامه خوبی که شما یا بر شما قابل قبول بوده تا فعلا اینکه افغانستان را ترک کردین چی بوده و چقدر راضی هستین که شما یک زمین ساز خوب برای رشد ورزش بودین؟ تشکر احمدی صاحب. ما در قدم اول خود شما تشکر میکنم که تمام ورزش افغانستان از زیر پوشش میتین و قهرمان ها را به نمایش میگیرین و به نشر میرسانین. این یک افتخار بزرگ به تمام ملت ماست و از پیش خود تشکری میکنیم. سپاس. و در این وقتی کمه که ما آمدیم ما نهاد خیریه در اینجا تاسیس کردیم به خاطر می ورزشکارای ما، می فدراسیونای ما را زیر کنترل خود گرفتیم که سر از آن کمیته ملی المپیک یک چند تا مافیایی که هستند در رأس ورزش اینها نتوانستند که ورزش افغانستان رشد کنه و در هر رژیمی که آمدند اگر کرزی بود اگر قماندان سالاری بود اینها از اونها تا چی کردن چپالوسی کردن تا توانستند در اون موقعیت المپیک خود نگاه کنند. ولی فعلا هم در رأس طالبا در رأس چوکی های مهمش ایفای وظیفه میکنن و ما نمیخوان که ورزش ما رشد کنه. ولی ما در یه آخر بر شما یادآور شم در وقتی که ما در مدت 2 سال است که 1.5 سال است که اینجا آمدیم با همکاری برد خود با همکاری دوستای خود که فعلا همراه ما هستن ما توانستیم که یک نهاد خیریه را به نام ASSF فعال کنمش که از این طریق بله این نهاد چقدر توانسته که بر ورزش ورزشکارا یاری برسانه؟ بر شما یادآور شوم که تقریبا کم از کم ما در چند وقتی که ما چی کردیم تقریبا 30,000 یورو را از طریق زمین نهاد به تمام کشور کمک و همکاری کردن در بخش های مختلف به خانواده های ورزشکارای ما که فعلا جریان ما کمک های ما در جریان است و از طریق نایه ها و از طریق مردم ملت
ما این را کمک میکنیم برشان تا ورزشکار ما حداقل ما پیسه انرژی که مصرف میکنن حال فعلا کلاپا خودروی دختر خانم ها بسته است و ما روی دست گرفتیم. ما چند قبل هم بر شما یادآور شدم که ما از طریق همین نهاد پیشنهاد کردیم با مقام های سیویس که با دختر خانم هایی که در کشور از درس محروم هستن اینا را خواستیم که در خانه های از یا کامپیوتر پرینتر اینا آماده شده. ان قریب ما چند کانتینر است که این یا روی بخیر با مبرد ما مشوره کنیم که تا بتانیم میره در افغانستان از کدام طریق ما روان کنیم که با دختر خانم هایی که هستن پول کامپیوتر پول اینترنت از یا پول کامپیوتر از یا بخصوص ورزشکارای ما تا بتانن امی از درس تعلیم خود در بخش معارف پس نمانن و درس تعلیم خود در خانه های خود انجام بتن با مو کامپیوتر با مو صنف هایی که تدریس میشه برشان. چندین صنف ها رو مد نظر گرفتیم که اینا یک دستاورد خوب است بر ما و دستاورد خوب دیگری است که ما توانستیم دمی بخش دمی مقاماتی که ما آمدیم در سوئیس توانستیم که با ورزشکارای ما کمک همکاری کنیم. روز تاریخ 26 در ژنو ما یک مظاهره داریم در او بریم دفتر ملل متحد به خاطر از اینکه ورزشکارای ما اگر میان اینیا را بدون کدام قید و شرط باید از اسناد بتنشان اینیا باید است که اسناد هم دخترش هم بچش برشان داده شد و قبولی داده شد و از طرف مقامای سوئیس به ما داده شده و بر ما اطمینان داده شده که ما این کار همکاری رو برتان میکنیم و ببینیم که با امید خدا ما دیگه چی فعالیت ها و دستاوردهای دیگر ما میتونیم در این عرصه پیشنهاد کنیم تا بتانیم که مردم ما از این بحران خلاص شوه و نجات پیدا کنه با خصوص ورزشکارای ما. از هر طریقی که باشه ما میتونیم چون خودم یک ورزشکار بودیم زندگی ما با ورزش گره خورده ما میتونم که از این طریق ورزش خود با مردم خود با ملت خود خدمت کنم تا وسط توانی که دارم از مردم هستم و مردم از ما است و ما در خدمت مردم خود هستم. سپاسگزار هستم. کوتاه پیامتان رو میخواییم به جامعه ورزشی افغانستان و سایر کمیته های شما که اینجا باقی ماندن و فعالیت های ورزشی دارن. تشکر. من از دولت عبادی طالبان بخصوص کمیته المپیک خواهش ممی است اشخاص افرادی که سابق در کنارشان است ورزش نمیمانند که رشد کنند در او وقت و در حال خواهش میکنم که در بخش ورزش دختر خانما در بخش تحصیل دختر خانما کوشش کنند که مکاتب برایشان باز کنن و همین کلاپایی که ورزش میکنن چون اگر ورزشکار ما در سطح جامعه جهانی نباشن و ورزش نکنن و ما را به یک نام دیگر صدا خواد کردن. ولی ما از جای خواهش ممی است و پیام ما به امارت اسلامی همی است که کوشش کنند در بخش تحصیل دختر خانما در بخش تحصیل بچه ها و پانتون ها مکاتب باز کنند برایشان که اینا تدریس خود پیش ببرند کلاپا را باز کنند که تا ورزش خود پیش ببرند که تا ما از کشورهای همسایه عقب نمانیم چون همیال کشورهای همسایه تا از ما که در 100 درجه بالاتر شدند در سطح ملی و بین ملی در کلاس های مختلف در رشته های مختلف دختر خانم های از اینا مین مسابقه میکنند ولی از ما تا فعلا هیچ کدام دستاورد از طرف کشور با خصوص از اینکه سرزنش در سرشان زده شده دختر خانم ها در خانه پاییدن و اینیا کوشش کنند کمیر زمینی از زمین فراهم بسازند که درسشان تعلیمشان و ورزششان برشان فراهم بسازند. سپاسگزار هستم. الحاج ماسر منقوش نسیمی بنیانگذار فدراسیون های پوهنتون ها و مکاتب معاون مهاجرین مقیم اروپا موفق باشین با امید پیشرفت و ترقی شما در ورزش. تشکر از شما و از کارمندان شما و سلام خاص تقدیم کارمندان شما که پشت صحنه کار میکنن تقدیم میکنن. سپاسگزار هستم. سپاس میتونن از شما ایزا هم که بیننده دنیای ورزش هستین. وقفه در ادامه باز هم مرا همراه باشید. دوباره خوش آمدین. عصر زیبای شما هموطنان عزیز، ورزشکاران، ورزش دوستان بخیر، در خدمت شما هستیم. ما را همراه باشین. رقابت‌های فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان با حضور 10 تیم لیگ برتر کشور آغاز کرد. دیروز یک مراسم خیلی حساس و بازی جذاب دیدنی که خوشبختانه بگیم درخشش خوب از تیم سادات نیمروز در برابر زیدون اف سی قرار گرفت. 7-1 برنده شدند. نخستین بازی بود و جذابترین بازی هم بود. ما مهمانان خیلی گرامی هم داریم، برای کاظمی مربی تیم سادات نیمروز که در کنار ما هست، عبدالجلیل عزیزی منیجر تیم با ما هستند. آقای کاظمی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدین به کابل و بازم بر شما تبریک میگم که بازی نخست در مراسم افتتاحیه و شما تانستین حریف را شکست بدین. سلام خدمت شما برادر بزرگوار، انشالله که حال شما همگی شما خوب باشن. سپاس. تشکر از اینکه شما ما را در برنامه دعوت کردین
بازی والا بازی بسیار سخت بود. بعد از اینکه مسافت زیادی را ما طی کردیم از ولایت نیمروز به قندهار آمدیم، تقریبا دو سه روز ما به قندهار بودیم، بعد تیم آوردیم به ولایت کابل. دیگه سطح کیفی بازی هم خب بسیار بالا بود، به همین خاطر بازیکنای ما بیشتری بازیکنای ما که هرات بودن به اردو به ما ملحق نشدن، به اردو قندهار ان شاء الله او باز که آمدن به کابل به تیم ملحق شدن. بسیار خوب. بازی بسیار در جمع تیم در بازی بودن. بله، یکی از بازیکنای ما فعلا برا هستن که ان شاء الله به بازی آینده به تیم ملحق میشن به امید خدا. و بازی بسیار یک بازی سنگین بود دیروز، چون افتتاحیه مسابقات هم بود و به همین خاطر خدا را شکر میکنیم که از این بازی سربلند بیاد. خیلی عالی. عبدالجلیل عزیزی، شما هم خوش آمدین، وقت شما هم بخیر. خوش باشین. سلام به شما، سلام به بیننده های محترم، در خدمت هستم. سپاسگزار. تیم چیگونه منیج کردین تا فعلا؟ والا مشکلات خال فعلا سر راست، چون شروع است دیگه، شروع تازه شده، استارت تازه خورده. انشالله در بازی های آینده انشالله کوشش میکنیم که از این بهتر بدرخشیم. بسیار خوب. آقای کاظمی، تیم، تشکیل تیم، روح جوانای شما یا از ورزشکارای شما چگونه بود؟ زمانی که آمدین در لیگ دوم برتر فوتسال افغانستان، جای، مکان، کابل و بازی اول، اینا همش استرس و دپرشن بود، چگونه سپری شد در کل؟ در کل مسابقات خو زیاد فشرده بود، به همین خاطر که چون تاریخ برگزاری مسابقات از چند وقت بدین سو مشخص نبود که به چی تاریخ مسابقات انشالله برگزار میشه. با مخاطر ما انتظار زیادی کشیدیم به مسابقات. دیگه بعد از اون که روانه کابل شدیم، تیمم خسته بود خدایی. تیمم زیاد خسته بود دیگه. بازی دیروز هم یک بازی بسیار سنگین بود برای تیم ما، چون تقریبا 3 ساعت ما در مراسم استاده بودیم. بعدم بازیکنای ما، بعضی بازیکنای ما که بودن کم ذره از نظر جسمانی در بازی کم آوردن بودن، ولی خدا را شکر، خدا را شکر می‌کنیم که از بازی سربلند بیرون شدیم. خیلی عالی. آقای جلیل عزیزی، چقدر قابل قبول شما بود تیم، بازی تیم؟ بازی بازی اول بود، طبعا هر جای که هر به سطح باشه دیگه، حالا کشوری باشه یا ملی باشه، به هر سطح باشه دیگه، بازی بازی اول بازی سنگین است. مهم نتیجه بود که انشالله به زور بچه ها انشالله گرفتیم و امیدواری خیلی بالا داریم به بالز بچه ها باور داریم انشالله که بک مقصد و هدف که آمده میرسیم انشالله. خیلی عالی. آقای کاظمی عزیزی، بگوین که بازی بعدیتون با کدام تیم است و از کدام تیم هراس دارین؟ در کل نمیشه که از تیم بگیم هراس داریم، چون از هیچ تیم هراس نداریم. یک تیم زمانی که وارد یک تورنمنت میشه، اگر قرار باشه که تیم قهرمان شوه، نمیگه که من از کدام تیم هراس دارم. به همون خاطر مسابقه به مسابقه پیش میرم. ما انشالله بازی دیروز خو سربلند بیرون شدیم به امید خدا. بازی بعدی ما روز شنبه است، امرای تیم شمس اف سی. شمس اف سی از هرات است. بله، تیم خوب است و ما اوار انشالله آنالیز میکنیم به امید خدا، انشالله که دست پر از او بازی هم بیرون شویم. و تیمای بعدی تیمای خوب است. تیمای کابل هم تیمای خوب داره، تیم صداقت، تیم ظاهر اسد، تیم عصر جدید، تیم پیروزی پنشیر، یا کل تیمای خوب هستند. بازم نمیشه گفت، ولی بازم ما آمدیم به قهرمانی. خیلی عالی. امید ما به خداست که انشالله قهرمان شم. آقای عزیزی، واقعا ایجاد کردن یک تیم، منیج یک تیم کار ساده نیست. شما تا فعلا چقدر راضی بودین از اینکه در ولایتتان همچنان تیم را تانستین تلاش بکنین که درخشش خوب داشته باشه، حالا هم در لیگ برتر فوتسال افغانستان حضورش چه گونه میبینین؟ تیم خود سال دومش است که در مسابقات اشتراک دارن دیگه. باز بعضی وقتا بعضی کموکاسی های هست که انشالله اونا رو به جلسات بعدی و با بازی های بعدی انشالله کوشش می‌کنم کنم برطرف بشه و تیم با یک روحیه بالاتر و بهتر و یک بازی و یک سبک جدیدتر انشالله با بازی بیانیم. خیلی خوب. نظر به فصل اول، فصل دوم چگونه ارزیابی کردین و تغییر تبدیل در تیم شما چی هست؟ تغییرات و تبدیلات در همه تیم ها زیاد بودن دیگه. همه تیم ها انشالله از سطح خوب برخوردارن و همه تیم ها مدعی آمدن دیگه. این 10 تا تیم که آمدن دیگه، اینا مطمئنن به خاطر قهرمانی اومدن، هیچ کس برای بقا نیومدن دیگه. جابجایی داشتیم، ما هم داشتیم، همه گی همین 10 تیمی که داخل این مسابقات اشتراک کردن جابجایی داشتن. بعضی ها از بازی ها سالهای قبل کنسل شدن و بازیکنهای جدید و جوان به تیم ها اضافه شدن. ملی پوش های ما که در شهرها و کشورهای همسایه حضور داشتن، اونا هم به جمع ما و به جمع تیم های دیگه اضافه شده که جای بس خوشحالیه که ملی پوش ها رو در کنار خود داره. بسیار خوب. آقای کاظمی، به عنوان یک مربی
در کنار تیم دیروز درخشش تیم دیدین که 7-1 تیم زیتون اف سی را از پیشوی برداشتین. چگونه فکر میکردن تیم زیتون اف سی را؟ چون از کابل نمایندگی میکردن و بچه های خوب بود، پرتلاش هم در تیم بود، اما نتونستن که جبران گلهای شما را بده. بازی رقم ما از تیم زیتون چون تیمی بود که ما شناخت نداشتیم، به همین خاطر آنالیز زیاد هم نشد که ما سر از تیم آنالیز کنیم. فقط به همین خاطر که ما وارد مسابقه شدیم، قرار که مسابقه جریان داشت، بازیکنهای تیم ما هم که بود بازیکنهای ملی پوش بود، به همون خاطر تسلط بر بازی داشتن و خدا را شکر میکنیم هزار بار که سربلند بیرون شدیم از بازی. امروز هم بازی نخست ظاهر حسد و سرپل باستان به مسافه هم میرن و اتحاد هرات در مقابل شمس اف سی. این چهار تیم چیگونه میبینین؟ کدام از این بهتر خواهد بود در بازی امروز؟ درخشش کدام تیم شما میبینین به عنوان مربی؟ تیما خوب، کلشان تیمای خوب است. نظر به ای که تیما رو میبینیم، تیم اتحاد و تیم ظاهر حسد تیمای بهتری معلوم میشن و تیم سرپل باستان هم که هست، فکر کنم که امسال بازیکنای از لیگ الف کابل است امرایشان. او را خود ما شناخت امرایشان نداریم، ولی بازم در بازی رو در رو ببینیم که چی رقم تیم است. ترکیب تیمون برای بازی روز شنبه تغییر میتین یا با می ترکیب پیش میرین شنبه؟ تا فعلا خود معلوم نیست، کادر فنی انشالله ببینه، اگر تغییرات در تیم بیاید ببینیم که چی میشه، ولی فکر نکنم ترکیب ما تغییر بخوره. این ترکیب درست است. آقای عزیز چی وعده دادین بر ولایتی که شما حرکت کردین آمدین گفتین که ما کپ میاریم به کپ قهرمانی را؟ اول خب بخشش باشه، ما همی برد دیروز تقدیم میکنیم به همگی هم ولایتی های ولایت نیمروز دیگه و به جامعه فوتسال افغانستان. اول از یاد ما رفت دیگه، همگی اونجا انشالله که با یک امید نشستن پای گیرنده های تلویزیون، انشالله که ما وعده میدیم تا آخرین وسط توانی که داریم در هر عرصه که باشه به خاطر فوتسال ولایت نیمروز و فوتسال افغانستان انشالله کوشش میکنیم که یک دستاورد خیلی عالی و تماشاگر پسند داشته باشیم برای ولایت نیمروز. بله، و این مسابقات هم از طریق تلویزیون آریانا به صورت انحصاری و زنده نشر میشود که از طریق وبسایت، یوتیوب و اپلیکیشن این شبکه نیز قابل دیدن هست. میتونن که هموطنان عزیز ولایت زیبای نیمروز ما اگر از طریق تلویزیون دیدن نمیتونن، از طریق وبسایت، یوتیوب و اپلیکیشن این شبکه نیز مسابقه تیم خودان دیده بتونن. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. ان شاء الله که کابل میزبان خوب باشه و شما خسته نشین و به امید پیروزی شما هم هستیم. سپاس از برای کاظمی مربی تیم سادات نیمروز و عبدالجلیل عزیزی منیجر تیم. موفق باشین. تشکر، خیر ببینین. خانیتان آباد. تشکر از تلویزیون آریانا که مسابقات را به صورت زنده نشر میکنه. کیفیت مسابقات هم بالا رفته و زمانی که یک مسابقه از تلویزیون نشر میشه طبعا بیننده زیاد هم داره و اون مسابقات کیفیتش هم بالاتر میره. سطح کیفیتی فوتسال افغانستان بسیار بالا رفته و با این پخش تلویزیونی انشالله که همیشه تلویزیون آریانا همکار فوتسال افغانستان و ولایات هم که فوتسال است برگزار میشه و زونا و چیزا باشه، سطح کیفی فوتسال بسیار بالا میره. بازم ممنون، خیلی تشکر، انشالله که سپاس. مسابقات خوب را داشته باشیم. سپاس از شما عزیزا هم که بیننده دنیای ورزش بودین. بازی جذاب دیدنی را امروز حصر هم فراموش نکنید. ظاهر اسد مقابل سرپل باستان قرار میگیره، بازی نخست، و اتحاد هرات در برابر شمس اف سی. سپاس امتنان از همراهی شما. بقیه عصرتان خوش. خدا نگهدار.